درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دوشنبه 20 آذر ماه، شاخص کل به زور خودش را در محدوده مثبت نگه داشت و 0.1% مثبت رو تجربه کردیم، در حالی که شاخص کل هموز مانند دیروز وضعیت بهتری داشت و از ابتدا تا انتهای بازار صعودی حرکت کرد. شاخص کل را میبینید که انتهای بازار مثل اواسط بازار حرکتش صعودی نبود و دیگه تقریبا میشه گفت به سمت پایین یه حرکتی را زد. البته بقیه به اصطلاح آمار هم امروز مانند دو سه روز قبل خیلی جالب نیست. همین که مثبت میمونه فکر میکنم که جای شکر و هستی داشته باشیم، به خاطر اینکه برای چهارمین روز متوالی شاهد خروج پول حقیقی از بازار هستیم. 179 میلیارد تومان امروز انتهای بازار خارج شد. البته شدت خروج خب قطعا مانند گذشته نیست و خب شاید همین باعث هست که منفی هم نمیخوریم و بالاخره به خورد خورد یه مقداری داره رشد میکنه، یعنی یه جورایی حقوقی ها بالاخره پسش بر میاند. اگر که این خروج پول شدت پیدا بکنه موقع دیگه حقوقی هم نمیتونن کاری بکنن. یه جورایی شاید بهتر بگیم که بسیاری از این مثبت رو فعلا حقوقی ها دارن حفظ میکنن برای بازار، چون همونجوری که میبینید تحرک قیمتی هم از ساعت تقریبا 10:30 به این طرف به نفع قرمزها بوده و انتهای بازار 474 منفی در برابر فقط 326 مثبت. تعداد منفی ها بیشتره، تعداد نمادهای مثبت و منفی هم دقیقا همین را به ما میگه که اینجا از تقریبا ساعت 11:30 به این طرف تعداد منفی ها نمادهای منفی شدت گرفت در بازار و در نهایت 458 منفی در برابر 337 مثبت. این در حالیه که مثلا در ساعت 9:30-9:40 صبح مثبت ها 465 بودن، منفی ها 302. ابتدای بازار بد نبود استارتش، حتی میبینید که در ساعت 9:20 صبح با نگاه میکنیم 13-14 میلیارد تومان هم ورود پول حقیقی را به بازار داشتیم و خب تقریبا از ساعت 9:30 به این طرف خروج پول شروع شد و بعدم از ساعت 10:30 و همینجور که میدید 11:30 برگشت بیشتری را در بازار احساس کردیم و سرانه فروش هم انتهای کار زد بالا. این تقریبا میشه گفتش برای اولین باره که داره اتفاق میفته و میبینید از ساعت 11:30 به این طرف سرانه فروش در برابر سرانه خرید بیشتر شد و یه چیز حدود 1-2 میلیون تومان اختلاف تا انتهای بازار حفظ شد و یه جورایی این حالا شاید خیلی باز جالب نباشه. ارزش معاملات خرد هم در همون کانال 5000 میلیارد تومان هستش که 5600 میلیارد تومان نسبت به روزهای قبل میبینیم که منظورم روزهای مثبت ابتدای ماهه که حتی به 10000 هم رسید، تقریبا الان نصف شده. خب اینجا هم برتری باز از آن نمادهای صفر تا منفی 1. اگه بخوایم مجموع هم حساب بکنیم صفر تا منفی 3، خب مجموعشون بیشتر از صفر تا 3 مثبت هستش و اینجا هم میشه گفتش خیلی جالب عمل نشد. نکته دیگه ای که امروز داشتیم با بازگشایی بازارهای آسیا و اروپا، کندل دلار جهانی باز هم مثبت شد و در بالای محدوده 104 باقی مونده. فعلا همین قضیه باعث شد که کندل طلا باز هم به سمت قرمز به پایین کشیده بشه و 1993 دلار هستش هر اونس جهانی طلا. از طرفی بیت کوین را هم خیلی تاثیرگذار شد و یک مرتبه بیت کوین از تقریبا 43600 دلار حتی تا 40000 هم پایین اومد، ولی مجددا خودش رو که مقدار جمع و جور کرده. الان در حال حاضر همونجوری که می‌بینید 42307 دلار هستش. ما یه سایه داشتیم تقریبا چند ساعت قبل، قیمت بیت کوین
اومد پایین. خب قبلا هم صحبت کردیم، فعلا توی بازگشت ها میتونید مترصد خرید ها باشید، یعنی زمان هایی که اصلاح ها انجام میگیره منظور من هستش، که ویدیوشو گذاشتم قبل از هاوینگ. ما احتمال داره که بیت کوین رو چند تا اصلاح خوب ازش ببینیم، حتی شاید تا این محدوده ها و یا حتی تا 20,000 هم پایین بیاد. یعنی سابقه هم قبلا دیدیم قبل از هاوینگ ها، ولی خیلی سریع بازگشت ها صورت خواهد گرفت معمولا، و امروز هم شاید همین قضیه بالا اومدن قیمت جهانی طلا روی بسیاری از فلزات اساسی و پتروشیمی ها هم مانند طلا و بیت کوین در دنیا تاثیرگذار بود، و اگر که این روند مخصوصا تو بازار آمریکا امروز ادامه دار باشه، امروز و فردا، احتمال داره که انعکاسش رو در بورسمون هم حس بکنیم و بسیاری از نمادهایی که مرتبط با این نوع محصولات هستن، محصولات فلزی هستن، محصولات پتروشیمی هستن، در برابر دلار قیمت جهانیشون عقب میشینی بکنه و بالاخره یه کاهش قیمتی رو شاهد باشیم. یه مورد دیگه هم هستش که هفته آینده یک شنبه تعطیل هستش، یعنی ما معمولا زمانهایی که یه تعطیلی اینجوری هم میفته، جایی هم میفته که خب قطعا یا بهتر بگیم به صورت رسمی نه، ولی به صورت غیر رسمی الان شنبه هم تعطیل میشه، یعنی الان بورس ما چهارشنبه که تعطیل بشه، یه جورایی دوشنبه هفته آینده بایستی منتظر تأثیرات قیمت دلار و اینجور چیزا باشیم روی بورس. اگه مثلا امروز فردا هم باز قیمت دلار پایین بشه، اون موقع خیلی بیشتر میتونیم محسوس این را حس بکنیم. حتی تایم زیادیه یک هفته و بالاخره اتفاقات زیادی میتونه در دنیا هم رخ بده. خب الگو ساعتی های امروزمون دو نماد بیشتر نیستن، دفرا و بشهاب. البته در طرف مقابل هم فقط دو نماد ددام و کمرجان هستن که برعکس الگوی ساعت حرکت کردند و آخرین قیمتشون بیش از 3% نسبت پایانی کاهش داشت. 13 نماد با الگوی پوشای سعودی امروز وجود داشتن که 12 تاشون در محدوده مثبت، و انبوه‌سازا امروز روز خیلی خوبی را داشتن. یه جورایی شاید انبوه‌سازها در مثبت امروز نقش بسزایی را بازی کردند. اگه نگاه بکنید سبزهای تقریبا خوش رنگ، خیلی قول معروف پررنگ، همشون هم تقریبا با اندازه‌های بالا، مخصوصا نماد کرمان که با حجم زیاد سه بهزاد ساخت و ساخت، بقیه هم می‌بینی، حتی بقیه نمادها کوچکترهای گروه هم امروز مثبت، به غیر از حالا سه فارس و سه شاهد و حالا نماد سنام، بقیه نمادها خیلی روز خوبی رو پشت سر گذاشتند. و همونجور که مشاهده میکنید در بقیه بورس غالب یه جورایی رنگ خاکستری هستش، سبز و قرمز هم هست، ولی فکر میکنم که خاکستری ها تعدادشون بیشتر هست، و اگر گروه انبوسازی امروز اینجوری عمل نشده بود، شاید امروز همین 0.1% مثبت رو نداشتیم. و اینجا هم میبینید که 4 نماینده توی فیلتر پوشای سعودی دارند. البته 9 نماد هم الگوی پوشای نزولی از خودشون امروز به جا گذاشتند. نمادهای زگلدشت و شپاکسا هم ستاره صبحگاهی زدند. خب از نکات خوب بازار امروز این هستش که نمادهای دارای الگوی سه کلاغ سیاه و یا سه کندل قرمز متوالی به یک نماد مجدداً کاهش پیدا کرد. چند روزی این فیلتر تعداد نمادهاش زیاد شده بود و این نشون دهنده اینه که بالاخره 3 روز پشت سر هم الان نمادها کندلاشون قرمز نمیشه، و این قضیه شاید یکی از نکات قابل توجه باشه، به خاطر اینکه اگر مدتی ما اصلاح زمانی را در همین حدودای فعلی شاخص داشته باشیم،
در همین محدوده حرکت بکنه، بعدن حرکت شروع بشه انتظار داریم که یه رشد قابل توجهی رو باز در شاخص مشاهده بکنیم. و این خیلی نکته مهمی که الان نمادها قطعا اگه یک دو روز کندلشون قرمز میشه بعد سبز را میخورن و با اون روزها خیلی تفاوت داریم که هر روز کندلها قرمز پشت سر هم ردیف میشد. شش نماد هم داشتیم که سه کندل سبز متوالی یا الگوی سه سرباز سفید رو امروز زدن که خب اینها هم باید تعدادشون بیشتر بشه. خب 16 نماد حجم معاملاتشون 4 برابر بالاتر از حجم معاملات 20 روزشون بود امروز، که 3 بیمه و بازنشستگی 3 دارویی هم در این لیست مشاهده میشن. باز هم الگو ساعتیمون به شهاب که الگو ساعت هم داشت توی این فیلتر دیده شد. امروز هم خریدای ما برای مشترکین یکی سسف ها بود که در محدوده تقریبا میشه گفت 10100 تومان خرید کردیم و حالا موفق شدیم همه خریدار که انجام دادیم بعدش یه حرکتی را زد و تا 10370 هم بالا اومد. اون تایمی که ما خرید کردیم دو نوبت خریدها فکر میکنم روی 10200 شروع شد تا 10100 هم ادامه داشت. همچنین نماد هرمز، این هم هرمز هستش که مشاهده میکنید در حال چند تا افت قیمت خوبی را انجام داده، همچنین مشاهده میکنید به 600 حدودای 650 الان میشه گفتش که برای اولین پله ورودی خیلی مناسب هستش. البته پایین ترین قیمت سال 1402 حدودای 600 بوده که 600 رو میذاریم برای پله دوم. الان فکر میکنم که برای پله اول روی هرمز هم میشه فکر کرد، حالا در حال روی واچلیست خودتون بذارید. البته مثلا نماد بفتش را هم امروز مجددا اضافه کردیم، قبلا خرید کرده بودیم برای مشترکین ولی امروز مقداری اضافه شد. اما یه جایی دیگه قیمت رفت بالا، یعنی برای همه خرید نشد. یا خیلی یاد دیدم که خریداشو نصفه انجام گرفته بود، یعنی یه لحظه اومد پایین دوباره رفت بالا. ولی باز هم فکر میکنم که نمادهایی که اینجوری خوب اومدن پایین یا کف هستن باز ریسک کمتری را دارن به بقیه نمادها و دوستان میتونن روشون بررسی بیشتر را انجام بدند. خب قبل از اینکه بریم سراغ فیلتر بعدی دوستان لطف کنید اگه لایک را نزدید همین الان لایک را برای ما ارسال کنید بزنید و همچنین این ویدیو را برای دوستان خودتون هم یه جورایی فوروارد کنید، حالا تو شبکه‌های اجتماعی مختلف این زحمت را لطفاً بکشید که خیلی کمک میکنه با بیشتر دیده شدن ویدیوها، قطعاً کمکی هم به بورس شده و در نهایت میشه گفتش که هر مقداری که بالاخره علاقمندان بورسی یک جا تمرکز پیدا بکنن میشه گفتش قدرت بیشتری هم پیدا میشه. نماد کف کانالی که امروز کندل مثبت 5 را داشت مشاهده میکنین که شرق، دوسفه، قفارس و توسن، که حتی قفارس خرید دیروز ما برای مشترکین بود که دیروز یه جورایی تو کف قیمت یعنی -4 و -5 اینا موفق شدیم قفارس رو خرید کنیم و امروز هم خوشبختانه مثبت رو خورد و کندلش ببینید که مثبت 5 بوده. 5 نماد کف کانالی که خریدار داشتن رو مشاهده میکنید. 8 نماد کف کانالی امروز با حجم مشکوک خرید مواجه بودند که لیستشون رو روی صفحه میتونید ببینید. و 3 نماد در فیلتر کف قیمت کندل مثبت 2 خریدار و حجم قرار میگیرن که باز مشاهده میکنید که توی این فیلتر هم قفارس را میتونیم ببینیم. خب همونجور که مشاهده میکنید علارغم به اصطلاح حرکت بازگشتی شاخص کل، شاخص کل هموزن موفق شده که به سطح بالاتری از قیمت نسبت به هفته گذشته هم برسه و در هر حال این میتونه برای ما نوید بخش باشه که نمادهای کوچکتر بتونن در روزهای آینده بالاخره تلنگری به شاخص کل هم بزنند و اون را مجدداً به حرکت بندازن. در هر حال عدد 700 و
77,000 یا 780,000 در این محدوده مشاهده میکنید که شاید یه مقاومتی باشه و تا اون محدوده رو اگر بتونه به خوبی بالا بره دیگه اینجا باید یه مقداری مراقب باشید، به خاطر اینکه همونجوری مشاهده میکنید برج چهار هم یکی دو مرتبه روی این محدوده شاخص کل هموزن واکنش را داشته. در حال باید ببینیم که هفته آینده چه اتفاقاتی میفته، به خاطر اینکه ما سه‌شنبه و چهارشنبه رو داریم، معمولا شنبه ها که بازار تعیین کننده میشه، چهارشنبه ها که این مقداری معطل شنبه است، یعنی چهارشنبه و شنبه هیچی فقط یه فردای میمونه، اگه فردا هم این مقدار متعادل باشه دیگه بایستی صبر کنیم تا دوشنبه ببینیم که آیا میتونن به حرکت خودشون شاخص کل ادامه بده. و در حال فرصت های خوبی برای خرید برخی نمادهایی هستش که افت زیادی کردن. ممنون هستم از دوستانی که برای ما نظر میرسند، کامنت میگذارند. امیدوارم که برای این برنامه هم حتما کامنت های شما را داشته باشم. ممنونم از توجه شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.